Reading، چالشی که ممکنه هر زبان آموز مدرسی باهاش مواجه باشه. چیکار کنیم که با این کلمه چالش برانگیز دوست باشیم؟ نگاهی متفاوت به Reading. اگه میخواید با کلمه Reading آشتی کنید، این کلیپو تا آخر ببینید. و ما برای استفاده از آموزش رایگان بیش از 14 زبان که توسط من و همکارانم تدریس میشه، میتونید به سایت ما یعنی احمدرضابراهیمی.com مراجعه کنید و یا در کانال یوتیوب ما سابسکرایب کنید. راستی، یادتون نره که دکمه زنگوله رو بزنید تا اولین کسی باشید که کلیپای ما رو دریافت کنه. بریم ادامه کار. قدم اول اینه که هدفمون از خوندن متن رو مشخص کنیم و حواسمون باشه که فقط به سمت اون هدف داریم حرکت میکنیم. وقتی که بدونیم یک متن رو برای چی داریم میخونیم، پس میتونیم روش مناسب خوندنش رو هم پیش بگیریم. مثلا روشی که برای خوندن متون آزمون‌ها به کار می‌گیریم متفاوت از روشی که برای خوندن متون روزمره استفاده می‌کنیم. توی کلیپ‌های آینده در مورد ریدینگ‌های آزمون‌ها با هم صحبت می‌کنیم، ولی امروز می‌خوایم چند تا راهکار رو با هم کار کنیم که به خوندن ریدینگ‌های روزمره سرعت ببخشه. بریم ادامه کار. راهکار اول، لایه لایه پیش بریم. اول بیایم یک فهم کلی از متن پیدا کنیم و موضوع کلی رو بفهمیم و بعد بریم سراغ زیر موضوع ها و کم کم وارد لایه های عمیق تر بشیم و جزئیات بیشتر رو به دست بیاریم. یکی از موضوع هایی که باعث میشه ما بتونیم لایه لایه به متن نفوذ کنیم اینه که قسمت های متفاوت متون رو بشناسیم. متون عموما از چند قسمت تشکیل میشن. قسمت اول هست هدینگ. هدینگ به ما کمک میکنه که اولین لایه فهم رو به دست بیاریم و بفهمیم که موضوع کلی متن در مورد چیه. قسمت دوم که هست introduction، چند خط ابتدایی بعد از هدینگ هست و عمدتاً زیر موضوع هایی که قراره بررسی بشه رو به ما نشون میده. تو introduction ما یک پیش زمینه کلی از متن به دست میاریم. قسمت سوم که به body مشهوره به طور مفصل به موضوع ها میپردازه و قسمت آخر که همون conclusion هست نتیجه گیری کلیه. خب همونجوری که مشاهده میکنید اینجا هدینگ ما هست American Culture, Traditions and Customs of the United States. خب از همین هدینگ لایه اول فهم ما اوکی میشه و میفهمیم که مقاله داره در مورد فرهنگ و آداب و رسوم آمریکا صحبت میکنه. خب بریم سراغ لایه دوم. لایه دوم زیر موضوع ها هستن که میتونیم هم از قسمت Introduction که در این قسمت مشاهده میکنید و هم به یه روش دیگه پیداشون کنیم. توجه کنید. ببینید کلمات که بولد شدن اینها زیر موضوع هایی هستن که توی این مقاله در موردشون صحبت شده. خب اولش هست language, religion, American style, American food, the arts, sports, American holidays و همین ها که بعد هم خوب میاد سراغ resources. خب این هم از لایه بعدی. حالا میخوام بریم ببینیم که هر کدوم از این زیر موضوع ها اون لوب مطلبشون چیه. برای این کار میتونیم بیایم خط اول هر پاراگرافی که در مورد هر زیر موضوعی هست رو یه نگاهی بهش بندازیم. خب اول قسمت language. There is no official language of the United States according to the US government. خب از همین اول متوجه میشیم که پس زبان رسمی خاصی نداره. حالا میخوام ببینیم که چه زبانهایی توی آمریکا صحبت میشه. یه نکته مهم و کاربردی دیگه اینه که سعی کنیم موقع خوندن هر پاراگراف به اطلاعات مهم اون پاراگراف بیشتر توجه کنیم، مثل اعداد، ارقام، اسامی خاص و غیره. خب همینجوری با چشممون که نگاه میکنیم میتونیم فقط اسم زبانها رو نگاه کنیم. خب English, Spanish, Chinese, French and German. پس اینجا زبان‌های عمده‌ای که توی این کشور بررسی میشه رو به راحتی با یک نگاه متوجه شدیم. 90% of the US population speaks and understands at least some English. پس انگلیسی خیلی بولدتره توی آمریکا. خب میام پایین‌تر. زبان‌های دیگر رو هم که توی آمریکا صحبت میشه اینجا میتونیم نگاه کنیم. خب حالا همین کار رو برای قسمت ریلیجن انجام میدیم. خط اول رو که میخونیم متوجه میشیم که تقریبا هر مذهب یا دینی توی آمریکا هست. کار
کار بعدی که انجام میدیم اینه که میایم به اعداد و ارقام توجه میکنیم. به اون 71% توجه کنید. 71% of Americans Christians. پس 71% آمریکا حدوداً خودشون رو مسیحی میدونن. 23% هم که no religious affiliation و اون 6% دیگه از بقیه مذهب ها و دین ها. وقتی که هدفمون مشخص باشه و لایه لایه پیش بریم، حتی میتونیم بعضی از قسمت ها رو نخونیم و اینکه خیلی سریع و به صورت کلی از روشون رد بشیم. خب پایین یه اطلاعات اضافه ای هم داده که خب البته شاید نیاز ما نباشه. توجه کنید که ما هدفمون اینه که بیام در مورد آداب و رسوم آمریکا متوجه بشیم. حالا اگر یه قسمتی باشه که خیلی به کار ما نیاد، پس اسکیپ میکنیم و میریم جلوتر. خب بریم سراغ قسمت American Style یا همون پوشش آمریکایی ها. با خوندن چند جمله اول کاملا دستمون میاد که عمده پوشاک آمریکایی ها چی هست. نگاه کنید: جینز، سنیکرز، بیسبال کپس و تا آخر. خب برای این لایه از فهم ما کفایت میکنه. پس میریم سراغ قسمت بعدی، پاراگراف بعدی. American fashion is widely influenced by celebrities and media and fashion sales equal around $200 billion per year. پس از این قسمت متوجه میشیم که فشن و مود در آمریکا جایگاه خیلی بالایی داره. خب بریم سراغ غذاهای آمریکایی. American food. خب از جمله اول متوجه میشیم که در مورد تاریخچه غذاهای آمریکایی داره صحبت کنه. It's early history. American cuisine was influenced by European and Native Americans in its early history. خب این که مال تاریخچه. حالا today, امروزه, there are a number of foods that are commonly identified as American, such as اینها مثال هایی که از غذاهای آمریکایی هست. Hamburgers, hot dogs, potato chips, macaroni and cheese, and meatloaf. As American as apple pie has come to mean something that is authentically American. خب پس اپل پای هم میتونه یک غذای اثنیک آمریکایی باشه. با خوندن قسمت اول این پاراگراف هم متوجه میشیم که کلا این پاراگراف میخواد در مورد غذاهای مخصوص هر منطقه برای ما صحبت کنه. برای فهم الانمون، برای این لایه‌مون کفایت میکنه. بریم ادامه. The arts. خب بریم سراغ جمله اول. The United States is widely known around the world as a leader in mass media production including television and movies. خب همجوری که از این جمله مشخصه، در حیطه هنر آمریکا در رسانه‌های دست جمعی توی دنیا حرف اول رو میزنه. یه نکته جالب این که اگر ما با عبارت mass media production آشنا نباشیم، اینجا این عبارت رو یاد میگیریم. Mass media production including television and movies. پس تلویزیون و فیلم ها برمیگردن به mass media production، رسانه های دست جمعی. خب در ادامه هم میبینیم که آمریکا یک سوم از حجم کل سرگرمی و رسانه های دنیا رو در دست داره. بریم سراغ پاراگراف بعدی. یک نگاه کلی که به این پاراگراف بندازیم و کلماتی که بلدیم رو یه نگاهی بکنیم، میفهمیم که داره توضیحات بیشتری در مورد صنعت رسانه در آمریکا میده. در ادامه میبینیم که هنر آمریکا فقط به سینما محدود نمیشه و در حیطه‌های تئاتر، همچنین فولک آرت و همچنین در قسمت موسیقی که خب انواع موسیقی آمریکایی، انواع موسیقی که توی آمریکا رواج داره هم داره صحبت میشه. بریم سراغ قسمت ورزش. The United States is a sports-minded country with millions of fans who follow football, baseball, basketball and hockey among all their sports. خب اینجا یه سری از نمونه های ورزش هایی که زیاد توی آمریکا رواج داره رو میبینیم. برای فهم در این لایه کفایت میکنیم. خب حالا بریم سراغ American Holidays. خب با یک نگاه کلی میتونیم اطلاعات مختصر و مفیدی در مورد تعطیلات آمریکایی ها به دست بیاریم،
از جمله جشن‌هایی که اونها دارن. و به این نکته هم دقت کنیم که با تمرین بیشتر چشم ما سریع‌تر میشه و خیلی سریع‌تر میتونیم متن‌ها رو بخونیم. پس سعی کنیم که بیشتر با متن‌ها درگیر باشیم و بیشتر بخونیم. خب American celebrate their independence from Britain on July 4th. در 4 جولای جشن استقلالشون از بریتانیا رو دارن. همچنین Memorial Day, Thanksgiving, President's Day و Veterans Day، روز کهنه سربازان. و اگر هم بخوایم اطلاعات دقیق تر و جزئیات بیشتر رو پیدا کنیم، یا خب با یک نگاه مجدد میتونیم تاریخ ها رو نگاه کنیم و اطلاعات بیشتری در مورد American Holidays داشته باشیم. و این کار رو میتونیم برای بقیه اون زیر موضوع ها هم داشته باشیم. البته یادتون باشه که شما این متن رو به صورت کاملا تصادفی دیدین و نیاز بود که از همون لایه اول شروع کنیم. اما خیلی وقتا ما لایه اول رو بلدیم و از لایه‌های بعدی شروع میکنیم، مثل وقتی که در مورد یک موضوع خاصی سرچ میکنیم. مثلا در مورد طریقه محافظت کردن از چشمامون در برابر صفحه کامپیوتر و موبایل میخوایم سرچ کنیم. خب ما سرچمون رو انجام دادیم و وارد یک مقاله شدیم. توجه کنید که لایه اول فهم ما اوکیه. بریم سراغ زیر لایه ها. Do screens make your eyesight worse? Computer eye strain, computer eye strain symptoms, how to protect eyes from computer screen, یه سری advice و همچنین mobile phone eye strain from phone symptoms. توجه کنید که همون مراحلی که برای computer screen گفته شده بود داره برای mobile screen تکرار میشه. پس احتمالاً اینها تأثیر متفاوتی روی چشم ما دارن. بخاطر همین هر کدوم رو توی یک سری مطالب جداگانه‌ای بررسی کرده و برای هر کدوم یه سری ادوایس به ما داده. زیر موضوع بعدی important advice for protecting your eyes. این هم یک ادوایس کلی. و به همین ترتیب لایه بعدی فهم ما هم اوکی شد. و خب میتونید برای جزئیات بیشتر به ادامه مقاله بپردازید و جزئیات بیشتر رو مطالعه کنید. خب سپاسگزارم از محبتتون و اینکه تا اینجای کلیپ با من همراه بودید. دوستتون دارم. تا کلیپ بعدی مواظب خودتون باشید. خداحافظتون.